سلام شنوندگان عزیز، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست: مژده انجیل را به تمام قوم‌های جهان اعلان نمایید. مژده انجیل را به تمام قوم‌های جهان اعلان نمایید. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل متی فصل 28 آیات 16 تا 20 هستند. ابتدا با همین آیات رو مرور میکنیم و سپس به شناخت درسایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره میپردازم. پس 11 شاگرد عیسی به جلیل رفتند و بر کوهی که عیسی گفته بود گرد آمدند. وقتی عیسی را در آنجا دیدند او را پرستش کردند، ولی بعضی از ایشان شک داشتند که او همان عیسی باشد. آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است، پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو درخواست می‌کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کنی. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنیم. آمین. دوست خوب من، وقتی معلم تکلیفی میده، دانش آموزان وظیفه شناس انجام اون تکلیف را جدی می‌گیرند. دانش آموزان وظیفه شناس اون چرا که معلم از اونها خواسته را به نحو احسن انجام میدند. دانش آموزان وظیفه شناس بهترین تلاش خودشون را به کار میبرند و تکلیفی را که از آنها خواسته شده را به موقع کامل میکنند. عزیزان، قبل از صعود خود به آسمان، خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح به پیروان خود فرمانی داد. فرمان عیسی مسیح به پیروان خود در واقع تکلیفی برای آنها بود و همچنین امروزه برای ما ایمانداران به وی. اما متاسفانه ما شاهد هستیم که بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح نسبت به اطاعت از فرمان او دلسرد هستند و فعالیتی در جهت انجام تکلیف خود و اعلان مژده نجات انجیل به دیگران ندارند. عزیزان، ما با فرمان عیسی مسیح یا همان تکلیفی که به پیروان خود داده در انجیل متی فصل 28 آیات 16 تا 20 آشنا شدیم، یعنی آیاتی که مطالعه امروز ما در کتاب مقدس هستند. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم که عیسی مسیح به ما می‌فرماید: پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. آمین.
عزیزان، با توجه به آیات 19 و 20 که فرمایشات عیسی مسیح هستند، یاد می‌گیریم که او به ایمانداران به خود فرمود که مژده نجات انجیل را به گوش جهانیان برسانید، همه ملل را شاگرد سازید و به آنها آموزش دهید که از دستورات او اطاعت کنند. عزیزان، بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح این تکلیف محول شده به آنها از طرف او را جدی می‌گیرند و در طول روزهای زندگیشون سخت به انجام آن مشغول هستند. اما متاسفانه بسیاری دیگر از ایمانداران به عیسی مسیح نیز هستند که اطاعت از فرمان و انجام تکلیف محول شده به آنها از طرف عیسی مسیح را جدی نگرفته اند. این عزیزان تمام وقت و انرژی هر روزه خودشون را فقط صرف رسیدن به خواسته های شخصی خودشون می کنند و به کارهای خودشون مشغول هستند. به همین دلیل دیگه وقتی برای اطاعت از فرمان عیسی مسیح و انجام تکلیف محول شده از طرف او به آنها براشون باقی نمی مونه. عده دیگری از ایمانداران به عیسی مسیح نیز هستند که فکر می‌کنند قادر به انجام فرمان عیسی مسیح در رسانیدن مژده نجات انجیل به جهانیان نیستند. به همین بهانه این عزیزان می‌ترسند در جهت انجام تکلیف محول شده به آنها از طرف عیسی مسیح هیچ گونه تلاشی داشته باشند. عزیزان لطفاً دقت بفرمایید، دامنه تکلیفی که عیسی مسیح بر عهده ایمانداران به خود گذارده جهانی هست. مأموریت یا همان تکلیفی که عیسی مسیح بر عهده ایمانداران به خود گذارده باید در تمام جهان و بین تمام قوم‌های روی زمین انجام بشه. اما این بدین معنا نیست که همه ما باید به کشور دیگری نقل مکان کنیم تا فرمان عیسی مسیح را اطاعت نموده و تکلیف واگذار شده به خودمون را به کمال برسونیم. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، خداوند در اراده و حکمت الهی خودش هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح را برای اطاعت از وی و اعلان مژده نجات انجیل به جهانیان به گونه خاص به کار می‌برد. برخی از ما ایمانداران به عیسی مسیح از سوی خداوند فرا خوانده شده ایم تا از محل سکونت خودمان دور بشیم و به مکانهای دیگر و بین قومهای دیگری بر روی این کره زمین رفته و مژده نجات انجیل را به آنها اعلان نماییم. برخی دیگر از ما ایمانداران به عیسی مسیح نیز از طرف خداوند خوانده شده ایم تا در همان مکانی که هستیم فرمان او را اطاعت نموده و مژده نجات انجیل را به دیگران اعلان کنیم. به هر حال میدان فعال بودن برای اطاعت از عیسی مسیح و رسانیدن مژده نجات انجیل همیشه در اطراف ما هست. عزیزان، میدان فعالیت ما برای اعلان مژده نجات انجیل به دیگران میتونه خانه ما، محل کار ما، مدرسه ما و محله های زندگی ما باشند. لطفاً دقت بفرمایید، ما به عنوان ایمانداران و پیروان عیسی مسیح روح القدس را در خود داریم. روح القدس روح مقدس خداوند یا همان خداوند در روح است که بعد از ایمان آوردن هر شخص به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند در وی سکنا می‌گزیند. عزیزان، حضور روح القدس در ما یک اطمینان قلبی کاملا قابل اعتمادی را به ما عطا می کنه.
این اطمینان که ما به واسطه کمک، هدایت و محافظت روح القدس در خود قدرت لازم برای اطاعت از فرمان عیسی مسیح و اعلان مژده نجات او را در هر جایی که باشیم داریم. عزیزان، در ارتباط با اطاعت از فرمان عیسی مسیح و اعلان مژده نجات انجیل او به دیگران، باید نکته بسیار مهمی را همیشه در نظر داشته باشیم. این نکته که ما نمیتونیم هیچ انسانی را نجات بدیم. این بدین معناست که ما نمیتونیم انسانها را با این حقیقت متقاعد کنیم که گناهکار هستند و از خداوند به دور. همچنین ما نمیتونیم انسانها را با این حقیقت متقاعد کنیم که برای بخشش گناهانشان عیسی مسیح تاوان گناهان آنها را کاملا بر روی صلیب پرداخته. و دیگه این که ما نمیتونیم انسانها را با این حقیقت متقاعد کنیم که فقط ایمان به عیسی مسیح و کاری که وی برای پرداخت تاوان گناهان بشر بر روی صلیب انجام داد موجب آمرزش گناهان آنها میشه. دوست خوب من، متقاعد نمودن انسانها به این که گناهکار هستند، متقاعد نمودن انسانها به این که عیسی مسیح تاوان گناهان آنها را داوطلبانه بر روی صلیب کاملا پرداخت نموده و بالاخره متقاعد نمودن انسانها به این که فقط ایمان قلبی آنها به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب میتونه موجب بخشش گناهان آنها و رهایی از غضب خداوند بشه، فقط کار روح القدس هست. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه کنید. اما این وظیفه ماست که درباره خدایی که میتونه گناهان آنها را ببخشه، یعنی عیسی مسیح، مژده نجات انجیل او را به آنها اعلان نماییم. کلام خدا در رومیان فصل 10 و آیه 14 نقش حیاتی ما در همکاری با روح القدس در اعلان مژده نجات انجیل به دیگران را این گونه به ما گوش زد فرموده. کلام خدا در رومیان فصل 10 و آیه 14 می فرماید: اما چگونه مردم به خداوند پناه آورند در حالی که به او ایمان ندارند؟ و چگونه ایمان بیاورند در حالی که راجع به او چیزی نشنیده اند؟ و چگونه بشنوند اگر کسی مژده انجیل را به ایشان اعلام نکند؟ آمین. دوست خوب من، با توجه به درسی که از تعلیم امروز یاد گرفتیم، بیایید همیشه این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که فقط خدا میتونه مردم را نجات بده. اما تکلیف و وظیفه ما اینه که مژده نجات انجیل را در هر جایی که هستیم به انسانهایی که خداوند به زندگیمون راه میده اعلام نماییم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که امروز درس تازه‌ای از کلامت به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو در ایمان من به عیسی مسیح گناهانم را میبخشی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو جان خودت را بر روی صلیب فدیه نمودی تا هر که به تو ایمان آورد تاوان گناهانش پرداخته شده و از غضب الهی نجات یابد.
خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا تو نه تنها مرا نجات داده ای، بلکه برای اعلان مژده نجات انجیلت به دیگران به همکاری با خودت دعوت فرموده ای. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا که تو همیشه با من هستی و به من کمک می‌کنی تا قادر باشم خواسته های تو را از من اطاعت کنم. خداوند، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا همیشه در اراده الهی تو زندگی کنم و مژده نجات تو را به دیگران اعلان نمایم. خداوند، به من کمک کن تا همواره به یاد داشته باشم که این تو هستی که می توانی قلب انسانها را لمس نموده و آنها را برای شناخت صحیح و ایمان به تو آگاه و متقاعد سازی. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. بحر او سمرات آورم هلمونی کوی تبازو محبت هلمونی کوی تبازو محبت بارس وعده های خدا بندم چون من از آن مسیح هم گشته ربط سایای روح را پذیرم چون در شریعت تفکر نمایم آیم شتابان دارم مرا خانی چون تو کسی را ندارم در مهربانی چون تو کسی را ندارم در مهربانی چون تو کسی را ندارم در مهربانی.
وعده ها